عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما دوستان امیدوارم هر جسید خوب و خوش و سلامت باشید فراد متقی هستم اینجا اخبار خاموش اخبار 24 ساعت گذشته رو بردم تقدیمتون کنم قبل از اینکه شروع کنیم لود کنید اگر در هر زمان که ویدیو رو می‌بینید لایک بزنید تا اخبار درست و بدون سانسور به فارسی زبان بیشتری پیشنهاد بشه اگرم که سابسکرایب کنید دیگه هر موقع ویدیو چیزی داشته باشه براتون نوتیفیکیشن میاد شاید مطالبی باشه که بتونه کمک کنه درصد آگاهیتون رو بالاتر ببره اما بریم سراغ اخبار 24 ساعت گذشته از جای داغشم شروع میکنیم طولانی ترین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز برگزار شد آنتونیو گوترش تبیر کل سازمان ملل گفته بود که دوشنبه اون چیزی که انتظار میره طولانی ترین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل باشه بیش از پنج هفته طول خواهد کشید قرار بود امروز افتتاح بشه که شد به گزارش پی بی این اجلاس در حالی آغاز میشه که جهان با نگرانی های حقوق بشری شامل حمله روسیه به اوکراین سرکوب مخالفان در روسیه و بلاروس و درگیری‌های جدید بین فلسطینیا و اسرائیلیا و تلاش‌ها برای تحکیم توافق صلح اتیوپی که به دو سال درگیری بین دولت ملی و شورشیان در منطقه تیگرای پایان داده دست و پنجه نرم می‌کند شورای حقوق بشر که متشکل از 47 کشور عضو مجموعه گسترده از مسائل حقوق بشر از جمله تبعیض، آزادی مذهب، حق مسکن و تاثیر مخرب تحریم‌های اقتصادی علیه دولت ها بر مردم عادی رو بررسی میکنه که از بعد حادثه نمیدونم چرا از بین این همه کشور 47 هفته بودن یک شما جمهوری اسلامی باشه حسین امیر عبداللهیان در این شورا شرکت کرده و گفته پی بیست در شرایطی که ایران درگیر و دار اعتراضات ضد و حکومتی به دلیل این همه جنایت و غیره توسط نظام هستش اینکه امیر عبداللهیان در این شورا سخنرانی میکنه خیلی عجیب و غریبه حتی اینم بگم که در آغاز سخنرانی حسین امیر عبداللهیان تعدادی زیادی از کشورها بودن که سالن ترک کردن جمعیتی که اینجوری آدم یاد آخر سینما میفته که دروا میشه اما دارم میان بیرون آخون آقای آخوندی رو دیدید دی اونجا دی اومد بیرون یه سری تصویر بردارن به تب اومدن بیرون و صحنه قشنگی بود صحنه زیبایی بود اما نکته که اینجا اهمیت داره اینه که شاید دید اول فکر کنیم همه اومدن بیرون ولی سبایی که حالی سمنگار رفتن سرویس بهداشتی برگشتن وقتی دور میره داخل میبینیم نه خیلی هم اصلا که هم روز نشستن و این جای بسیار ناراحتی داره اتفاقاتی که افتاد اتفاقات عجیب و غریبی بود یعنی اینکه فنلاند اینجوری به امیر تحویل بگیره نروژ کسی که موهاشو زده بود به عشق محسا امینی و, و شروع حسینی گرفته بود حتی شیو اینجوری بره استقبال امیر عبداللهیان و جمعیت رو میبینید حالا این تصویربردار ایران زومی هم رفته جاهایشو البته فکر کنم با موبایل بوده چون زوم میکنه که فدای میاد پایین ولی میبینم جلو شلوغه دیگه نشستن بیسکویت و کوپونی دادن ندیده بودن اومدن ببینن آقا چجوری آدم کش وقتی به میکروفون میرسه چجوری اون پشت میسته گویا اون طرف که اصلا اوه با بایتی آدم زیاده یه تصویر دیگه هم با موبایل گرفتن که این جالبتر تقریبا چون کسی که داره میره داره بقیه هم هول میده جوری میگه آقا کنید بریم بله اینجا ترک زمین میکنن و خیلی از کشورهای مختلف همین کار انجام میدن قاعدتا مثلا آلمان و اینا بودن ولی طبق معمول یه سری دل و بودن یه حدسی میخوام بزنم قطعی نیست ولی فکر میکنم که مثلا بلژیک اشتباه گفتن نروژ مثلا بلژیک و اینا فکر کنم بیشتر به هوای آزاد کردن اون گروگانایی که تو ایران دارن رفتن تحویل گرفتن همونجا هم اتفاقا بگم که مستقیما درخواستش گفته گفته آقای من خود رو آزاد کنید بیاد هنوز به اون نقطه اروپا نرسیده دیگه یعنی اینا همچنان تو این فکرن که آقا با زبون میتونن درست کنن اونا قدر مسلم بلژیک فقط در صورتی میتونه اون گروگان با زبون پس بگیره که با زبون اسدالله اسدی برگردونه بگن راه دیگه این وجود نداره افسوس که اینا هنوز نفهمیدن که راه نجات گرگاناشون وضعیت همه تمام دقدقایی که نسبت به منطقه دارن فقط با آزادی کشور بیرون کردن این آخونده به دست میاد اینکه حالا بین تمام اینا که تحریم میکنن تو تا کمر خمشی اونجا مجیزم بگی و فلان و اینا این باز نمیشه که وقتی یارو برگشت بگه اونجا بلژیک وزیر اون خارجهشون خیلی تحریم گرفت زشته با این بنده خود بلژیکی رو سوار برگرده به هیچ عنوان این نظام نظامی که خیلی از بزرگای این نظام برای اینکه در قدرت بمونن برای اینکه چیزی به خمینی نشون بدن فرزندان خودشون رو کشتن مثل همین آقای جنتی مثل همین حسن روحانی مثل خیلی دیگه که تو این عرصه بودن و این حرکت ها رو زدن اما روسیه نیست که پارسال بیشتر پیش از اخراج از شورا به طور یک طرفه عضویت خودش رو پایان داده قرار در بالاترین سطح از زمان تعلیق در این اجلاس شرکت کنه سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه که بیشتر به دلیل تخصصش در امور دفاعی شهرت داشته قرار روز پنجشنبه در این نشست سخنرانی کنه به گفته پی بی اس در جریان اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل ایالات متحده حتما تلاش میکنه پکن رو به خاطر سرکوب کنشگران دموکراسی خواه در چین و همچنین گوشی دستش دادن برای عدم حمایت تسلیحاتی از روسیه و همچنین بحث های مختلفی که در مورد هنگ کنگ هستش نگرانی‌های های طولانی مدت درباره تبت و مسائل منطقه سینجیانگ غربی که همون اویغور ها هستند رو به حال مورد بازخواست قرار بده امیر عبداللهیان خفتش نتونستن بکنن ولی یه جای دیگه دیدن خیلی سوال داره بلند میپرسه سوال کننده یکی از اون دروغای دو نبش مجلسیشو اونجا چاخ کرد و گفت آقا در ایران کسی کشته نشد درباره کشته صحبت درباره که کور شدن درباره کودک ده ساله که کشته شد صحبت آقای اما رئیس جمهوری پیشین روسیه گفته تداوم تسلیه کیف میتونه فاجعه هسته ای منجر باشه. دیمیتری مدودوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه و متحد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در اظهاراتی بار دیگه با تکرار تهدید غیرمستقیم غرب سلاح هسته ای نسبت به احتمال وقوع یک فاجعه جهانی هشدار داده این آقای مدودف از اون روانی های روزگاره یعنی انقدر که بعضی موقع فکر میکنم اگر در این کیف پرتاب سلاح هستهی باز باشه اون که داره رد میشه که نیست پوتین بزنیم یه دوتا موشک هستهی هم بزنیم بره ویدودف در مقاله که در روزنامه ایزوستیا منتشر شده گفته اگر مسئله موجودیت روسیه به طور جدی مطرح بشه دیگه مسئله به جبهه اوکراین محدود نخواهد شد بلکه موضوع به موجودیت تمام تمدن بشری تبدیل میشه دیگه ببینید یارو توهمش کجاست اظهار داشته که حمایت مستمر قرار از کیف و سلاحهای پیشرفته میتونه به یک فاجعه هسته جهانی منجر بشه ما به جهانی که روسیه در آن وجود نداشته باشد نیازی نداریم با این جمله تموم کرده اما معاون رئیس شورای امنیت روسیه تاکید کرده غرب درباره توانایی خود برای از بین بردن روسیه بدون شلیک گلوله همانطور که با اتحاد جمهوری شوروی انجام داد دچار توهم شده این شعاری بودش که میگفتن غرب گفته گفته ما اتحاد جماهیر شوروی رو بدون که حتی یک گلوله شلیک کنیم باز شدیم که به فروپاشی برسه گفته در مورد این مسئله خواستن همون تکنیک رو در مورد روسیه بزنن گفته دوچاره توهم شدن که این امکان پذیره مدودف ادامه داده کسانی که قبلا خواستار نابودی اتحاد جماهیر شوروی بودند الان در صدد نابودی فدراسیون روسیه هستند در پایینم تاکید کرد آنچه در اتحاد جماهیر شوروی سابق اتفاق افتاد رو نمیتوان به روسیه تکرار کرد اوشون که از شخصیت نزدیک به پوتین هموار کشور غربی رو به دلیل کمک های تسلیحاتی و نیروهای اوکراینی تهدید کرده که آقا میام از سلاح هسته استفاده میکنم چندی بارم پوتین گفته بودی گفته بود آقا. اگر مخصوصا اگه سلاح تهاجمی بهشون بدید اون موقع من هسته ای میزنم الان تقریبا میتونم بگم کل اروپا هر چی سلاح داده از تانک های لئوپارد اینوری گرفته تا توپ هویتسر هوویتسر تا اف 16 که آمریکا داره میدینه همش دیگه واقعا تهاجمیه فعلا خبری از پوتین نیست و هفته گذشته نیز بعد از خروج مسکو از معاهده هستگی استارت جدید با آمریکا تاکید کرد که روسیه حق داره با هر سلاحی از جمله هسته ای از خودش دفاع کنه این در حاله که کشور غربی معتقدن به رغم خروج روسیه از این معاهده امکان توسل پوتین به گزینه مخرب سلاحهای هسته که میتونه برای روسیه و جهان ویرانی به همراه داشته باشه بعیده اما متاسفانه این همون غربی هستن که میگفتن آقا روسیه به اوکراین حمله نمیکنه همون مشکل اصلی که ما خیلی از لایه های مثلا بالای تحلیل داریم اینه که افراد میان آرزوهای خودشون رو تو تحلیل اضافه میکنن یعنی دوست ندارن حمله کن. نمی کنه آقا نمیکنه در که حالا برای یه سری از افراد از اون خود من منطق داشت میگفتیم محال ممکن هم نکنه ببین شما یه کشوری میاد پشت مرز کشور همسایهش، سی هزار تا نیرو میذاره میگه من خود بهتر صحبتش هزار تا میذارم 80000 تا 100 هزار تا 120 هزار تا رو که رتیکت گفتم با 100 درصد میزنه دیگه دیوانه بود و با 100 هزار تا خیلیه 100 هزار تا سرباز خورد و خوراکشون اسکانشون و این همه تفاوت پشت مرز قطع قطع به مسلم میخواست حمله کنه که الان کلیم چردنی کردهم همارم بردم ولی الان وضعیت سر پوتین هم همینه دیگه میدونید که دیکتاتورها آدم بسیار احمق و جاه طلبی هستن من اعتقاد دارم اگر خامنه الان میتونست از بمب اتم استفاده کنه شاید تا 69 بار استفاده کرده بود و اینکه بارها بارها تاکید کرده که آقا من میزنم اگر سلاح می بدید و اینا دادن و الان همین الان که داریم صحبت میکنیم تو اوکراین داره هر روز استفاده میکنن بعید میدونم انقدر آدم متواضعی باشه بگه حالا یه چیزی گفتیم عصبانی بودیم اونجا و خیلی خطرناکی که بیاد و استفاده کنه اما سفر مکرون به چین قرار انجام بشه با هدف پایان دادن جنگ اوکراین نال ماکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده قصد داره در اوایل آپریل به چین بره تا پکن رو قانع کنه که مسکو رو برای پایان دادن به جنگ اوکراین تحت فشار قرار بده یعنی همون داستان زری به پری گفت چی گفت خودش به من گفت قرار اینجوری بره چون امانوئل ماکرون خودش زورش نمیرسه که بخواد روسیه رو متقاعد کنه فکر میکنه باید چین رو متقاعد کنه تا چین فشار بیاره به گزارش تایمز ژاپن چین با وجود روابط نزدیک خود با روسیه و جلوگیری از صدور بیانیه مشترک گروه 20 در محکومیت حمله روسیه به اوکراین تلاش کرده خودش رو در این مناقشه بیطرف نشون بده حتی این بیطرف نشون دادن بسیار جای شک داره با وجود جلوگیری از صدور این بیانیه در پایان گرد همایی اعضای گروه مذکور در هند پکن مستقلا سندی به عنوان راه حل پیشنهادی خودش ارائه کرد و از تمام طرف های درگیر خواست تا از روسیه و اوکراین برای از سرگیری گفتگوهای مستقیم در سریعترین زمان ممکن حمایت کنند طبق معمول که میگه میخوام بیام اوکراین زلنسکی دست از پا نمیشناسه اما اول آقا من خیلی دوست دارم بیاد میشینیم اینجا یه و هم میزنیم و شما شرایط رو بیار با هم بررسی کنیم فقط آقا ما چیزی از خاکمون رو نمیدیم بره یعنی گیرش این بودش که فکر نکنیم یا اینجا یا آقا تو هر چی خورده رو یا داشته باشه بعدا همزمان هم کشور قبلی همین رو گفتن گفتن آقا اوکراین دلیلی نداره که بیاد بگه آقا مثلا سه تا ما رفته فدا سرت باقی شفس کنیم اما جالبش اینه که قبل از اینکه تمام این نظرات و نظریات بیاد بالا روسیه همون اول گفت دادش من نیستم گفت اصلا دوازده تا شرط چه با یه دونش هم نیستم من هیچ شرط و شروطی واسه صلح قائل نیستم مکرون روز شنبه در حاشیه رویداد عمومی در حومه پاریس گفته که آقا من میرم به چین تا از پکن بخوام با هدف پایین دادن به جنگ در اوکراین به روسیه فشار بیاره و اضافه کرده خوبه که چین در تلاش برای صلح مشارکت کنه به گفته رئیس جمهوری فرانسه صلح تنها در صورت امکان پذیره که تجاوز روسیه متوقف بشه نیروهای روسی از اوکراین خارج بشن و حاکمیت ارضی اوکراین و مردمون به رسمیت شناخته بشه حالا شما خودتون فرض کنید چقدر ممکنه این حرف منطقی باشه طرف سواره است دوست گرفته الان هم حمله رو متوقف کنه هم نیروهای روسی رو ببره همون چیزی که گرفته رو پس بده در فروتنترین و متوازه ترین انسان های دنیا یک هزارم درصدشون که به اشتباهشون اعتراف کنن و ببین هم چیزایی پس بگیرن و پس بدن و برن در مورد روسیه کاملا خنده داره این حرف همونطور که در مورد خامنه ای هم نمیشه همچین حرفی زد کاملا خنده داره که بیاد هر حتی حرفش رو پس بگیره چه برسه که این الان رفته خاک گرفته بخواد خاکو پس بده برای این همش به نظر میاد یه بازیای ویترینیه که ما تلاشمون رو داریم برای صلح میکنیم که همون که یه سری از کارشناسا گفتن این جنگ حداقل به 10 سال زمان نیاز داره تا تبدیل به صلح بشه وقتی متحدان اوکراین با اشاره به روابط نزدیک پکن و مسکو نسبت به تعهد چین به میانجیگری برای رسول ابراز تردید کردن در این حال چین ادعای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر احتمال حمایت تسلیحاتی پکن از مسکو رو رد کرد بعد از ظهر همون روزی که رد کرده اطلاعات درس کرد که 300 تا پهباد اونجا کادو پیچ گذاشته که بده به روسیه شاید تا الان داده باشه یعنی این همش کشکه در همین راستا مکران از چین خواست که هیچ کنه سلاحی به روسیه نده و از پکن کمک خواسته تا روسیه رو تحت فشار قرار بده تا اطمینان حاصل کنه هرگز از سلاحهای شیمیایی یا هسته استفاده نمیکنه و تجاوز خود را قبل از آغاز مذاکرات متوقف میکنه اما اسپانیا آزادی شهروند زندانی خودش در ایران رو تایید کرده وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد آنا بنیرا زن 24 ساله شهروند این کشور که حدود چهار ماه پیش به دلیل شرکت در تظاهرات حکومتی در ایران به زندان افتاده بود آزاد شد و در حال بازگشت به کشورشه که زودتر از خبرگزاری دیگه این عکسی که بنده خدا رسید به خانوادهش به گزارش الپاسو خوز آلبارس وزیر خارجه اسپانیا روز یکشنبه گفت که بنیرا شنبه آزاد شده از تهران پرواز کرده و راهی دوبه سپس به ژنو و در نهایت به کورونیا شهر خودش در شمال اسپانیا میره و به احتمال زیاد دوشنبه به اونجا میرسه که امروز رسید به گفته الپاسو بنیرای کنشگر حقوق بشر که در اول ماه نوامبر پارسال به دلیل شرکت در تظاهرات داخل ایران دستگیر شده بود دولت ایران از اعلام دلایل دستگیر و بازداشت شهروند اسپانیا خودداری کرده اما بنیرای یکی از دو شهروند اسپانیایی بود که در جریان این تظاهرات بود پنج ماه قبل دستگیر شد نفر دیگه هم هست به نام سانتیاگو سانچز که در اوایل اکتبر بعد از دیدار از آرامگاه امینی در سقز در جریان پیادهروی در سراسر سر ایران دستگیر شد جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر تعداد زیادی از توریست های اروپایی رو به دلیل نچندان روشن بازداشت کرده که البته این نچندان روشن بیرونی شد و یعنی داخلیش که خب بالاخره اینا رو به عنوان بارگنینگ چیپ یا ابزار معامله و غیره در نظر میگیره اما جمهوری اسلامی آماده بستن سفارت بریتانیا در تهران داره میشه هفته نامه انگلیسی جویش کرونیکل با وسط به یهودیان بریتانیا گزارش میده که با افزایش تنش بر سر سرکوب معترضان در ایران توته علیه یهودیان مقیم بریتانیا جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای بستن سفارت انگلیس در تهران منابع میگن این اقدام احتمالی توسط مقامات تهران از جلسه محرمانه و سفیران عمان کویت و امارات در روز سهشنبه 21 فوریه فاش شده به یکی از حاضران مقامات ایران به دیپلمات‌های حاضر در جلسه گفتند که تهران قرار مجموعی از تحریم‌های جدید را برای ضربه زدن به بریتانیا اعلام کنه. اما منابع امنیتی تاکید کردند که بستن سفارت انگلیس در ایران میتونه ضربه مهمی به منافع غرب در این کشور باشه این منابع امنیتی جمهوری اسلامی گفتن را و عملیات جاسوسی مهمی را که توسط انگلیس، اسرائیل و ایالات متحده انجام می شود محدود کند. این منبع گفته آنجا که اسرائیل و ایالات متحده در ایران حضور ندارند برای انجام کارهای اطلاعاتی به سفارت بریتانیا وابسته هستند اخیرا جمهوری تلافی تحریم های انگلیس و دولت اروپایی اروپای شماری از دیپلماتها ها و مقامات ارشد سیاسی و نمایندگان پارلمان در انگلیس و اتحادیه اروپا و همچنین شماری از نویسندگان و رسانه‌ها را تحریم کرده که از اونها آقای آلان جیکوبز از چهرهای سرشناس یهودی و رئیس پیشین هیئت مدیره نشریه جوش کورنیکل جمهوری اسلامی ماتیو جانتان جوکس دستیار کمیسر پلیس متروپولیان در عملیات ویژه را هم تحریم کرده مقامات جمهوری اسلامی معتقدند سفارت بریتانیا در تهران در سالهای اخیر یکی از های اصلی تحریک اعتراضات بودم چرت و که واقعا فقط جمهوری اسلامی ازش برمیاد که همیشه میندازه گردن اینا اون ولی بسته شدن سفارت انگلستان رو ما هم به فال نیک میگیریم چون اعتقاد داریم که از قدیم و ندیم گفتن اینا پشت پرده دست شما هم تو یک کاسه است و اعتقاد داریم بازم که یک از دلایل موندن آخوندها در ایران همین سفارت انگلستان به خود مل... حالا ملکه انگلیس که الان دیگه میتونیم بگیم پادشاه انگلستانه اما چارلی وایمرز نماینده صد در پارلمان اروپا دعوت از شاهزاده رضا پهلوی رو گفته به پارلمان اروپا یک اتفاق تاریخی و یک سیگنال قوی به ملاها که اروپایی ها دارن میفهمن این رژیم ابدی نیست و هر چیزی یک پایانی داره. Well, I خب من قطعا امیدوارم که گره کار رو در بروکسل باز کنه. فکر کنم اینجا دو نکته های اهمیته. یکی اینکه اپوزیسیون متحدتر از همیشه است. ما یک اتحادی از اپوزیسیون رو میبینیم که با هم دارن کار میکنن و هماهنگی میکنن و برای همینه که فکر میکنم پارلمان ها از فعالین برجسته مثل مسیح علی دعوت میکنن. البته پارلمان اتحادیه اروپا از شاسده دعوت کرده. چون اروپایی ها بالاخره فهمیدن که یک آلترناتیوی برای این حکومت بیرحم تهران وجود داره پس باید یک کاری بکنیم و اولین قدم اینه که به اونایی که شناخت درستی از ایران و این رژیم دارن گوش کنیم. There is an alternative to this brutal regime in Tehran. آقای وزیر دعوت از شاهزاده رضا پهلوی به پارلمان اروپا به من یکی از شناخته شده ترین چهره های اپوزیسیون چه پیامی از طرف کشورهای اروپایی برای حکام تهران به همراه داره؟ Well, um, the visit of the Crown Prince to the European Parliament is uh, is a historic one. خب اومدن شاهزاده به پارلمان اروپا یه اتفاق تاریخیه و یه سیگنال قوی به هاست که اروپایی ها دارن میفهمن که این رژیم رژیم ابدی نیست هر چیزی یه پایانی داره بله امیدوارم که اتفاقات بسیار خوبی بیفته مردم داخل واقعا دیگه خسته شدن یعنی وقتی پیام ها رو میبینیم امروز بر من قیمت فرستاده بودن اصلا یه چیزای وحشتناک نمیخوام در موردش صحبت کنم میدونید که وقتی درد آدم رو از بیرون بهش اشاره می‌کنه، ولی درمان یا مسکنی براش ندارن آدم بیشتر هرس میخوره میدونم خیلی که داخل کشورن همه اینا رو دارن خودشون تجربه میکنن آلو دونه سی یک هزار تومن اصلا وحشتناکه وحشتناک. اما انتقال پیام آمریکا و وزیران خارجه ایران امیر عبداللهیان ادعا میکنه که فاصله زیادی با توافق بر سر احیای برجام نداریم این هم جزء مطالب بسیار جالب میتونه باشه امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران از دریافت پیام آمریکا که وزیر خارجه عراق حامل اون بوده خبر داده آقای امیر عبدالویان در گفتگو شبکه العالم شبکه عرب زبان صدا سیما جمهوری اسلامی ایران گفته که وزیر خارجه عراق بعد از بازگشت از سفری که واشنگتن داشت پیام آمریکا رو منتقل کرده وزیر خارجه ایران گفت آقای فعاد حسین که از سفر واشنگتن برگشتن حامل این پیام بودن که طرف آمریکایی برای جنبندی توافق آمادگی داره ما نیز همواره از مسیر دیپلماسی و مذاکره استقبال کردیم و از مذاکرات فاصله نگرفتیم امیر عبداللهیان گفت آمادگی رو داریم در چارچوب مذاکراتی که تاکنون در وین انجام شده و هایی که بین ما و طرف آمریکایی از طریق واسطه به صورت نان پیپر یعنی لفظی و غیر رسمی تبادل شده که متضمن رعایت منافع همه ای طرف ها و البته خطوط قرمز جمهوری اسلامی است نسبت به جنبندی توافق و بازگشت همه ای طرف ها به تعهداتشان زیل برجام عمل کنیم وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه بدون اشاره به محتوای پیام واشنگتن به تهران گفت تصور میکنم اگر طرف آمریکایی در چارچوب پیامی که ارسال کرده واقع بینانه برخورد کنه و اظهارات رسانه‌ای ریاکارانه قبلی رو تکرار نکنه ما فاصله زیادی با توافق نخواهیم داشت همین یعنی اول یه سه چهار تا اگر اون مثلا چاخ کرد که قشنگ نشون داد که کجای کار هستن طرف آمریکایی هم خب ملیه دیگه کس دیگه که وجود نداره اما جالب بگم بعد از این من از دو سه این خبر برام اومدش که دیدم کانال تلگرام بلومبرگ هم زده بود اینو که لارنس روزن بگشته بوده به تمسخر گفته بوده یعنی خالیه امیر عبداللهیان که دیده بوده نوشته بوده که بله و اما کودکان هم میتونن پرواز کنن بعدم هم زیرش آمریکا حتی اگه امریکا امزا کنه و امزا نمی کنن. ولی رفتم صفحه توییتر رو گشتم دیدم تو توییترش نیست نمیدونم کجا اینو نوشته برای همین شما اینو زمینی داشته باشید یه همچین چیزی در فضای مجازی در مورد این مطلب گفته شده اما امیر عبدالله هم چنین گفته سه کشور اروپایی هم بایستی در این مسیر نقش سازنده خودشون رو دنبال کنند و دچار خطا در تحلیل و محاسبات نشن یعنی خود امیر عبدالله هم یعنی میدونن که اگه آمریکا هم امضا کنه سه کشور اروپایی امضا نمیکنن وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو خودش با شبکه العالم درباره روابط ایران و عربستان سعودی گفته در برخی از موضوعات توافق اجرایی و عملیاتی شده اما همچنان موضوعاتی است که بین ما و طرف سعودی در حال مناقشه است در ادامه با اشاره به پنج دور مذاکرات پیشین تهران ریاض گفت که اکنون در حال تنظیم مرحله جدیدی از گفتگو با نقش آفرینی عراق هستند اما علی دایی بالاخره تونست خاک کشور از ترک کنه و بعد از اینکه خارج شده با آقای اینفانتینو رئیس فیفا هم دیدار کرده این دیدار قبل از مراسم اهدای جوایز بهترین فوتبال سال 2022 در پاریس انجام شده به علی دایی رسید امیدواریم که بتونه به قول قدیمی دو تا کلوف فار اینفانتینو بکنه بگه آقا اومدی یه فرش زدن زیر بغل چشت رو حقیقت بستی همچنان نه زنان سرزمین ما میتونن برن فوتبال ببینن نه فوتبال ما یه فوتبال غیر سیاسی شده و سر تا پاش واقعا این فوتبال فوتبال کسیفیه پر از سرداران سپاه و پر از پولشویی و پر از اختلاس و غیر است امیدوارم علی دایی بگه اونجا اما قبل از اینکه ادامه اخبار رو هم دیگه بریم بریم یه تصاویری رو هم دیگه ببینیم از وضع بسیار نابسامان یه سری از هموطنان در ترکیه کسایی که پناهنده بودن در شهر قربت و متاسفانه خونه زندگی وسایل شغل هر آنچه که داشتن از دست دادن کسایی که تو این کره خاکی به معنای واقعی غیر از ما هموطنا هیچ کس دیگه رو ندارن این تصاویر رو وقتی آدم نگاه میکنه من خودم به این فکر میکردم که بعض این آدم فکر میکنه از اینی که هست مگه بدترم میتونه اتفاق بیفته که این یکی از اون بدترین هاست که از این بالاتر دیگه واقعا شاید نداشته باشیم بریم تصاویر رو ببینیم داریم که دست به دست هم بدیم کمک کنیم تا بتونیم یه نمیتونیم بگیم براشون خونه بگیریم نمیتونیم بگیم براشون شغل دست و پا کنیم ولی میتونیم حداقل کمک کنیم مشکل معیشتیشون رو حل کنیم بتونیم برای بچه های اینا لباس تهیه کنیم بتونیم خورد و خوراک براشون بفرستیم خیلی از هموطنانمون خونشون در ترکیه اینجوری شده بعضی هم هستن که از خونشون هیچ چیت تا تلی خاکم باقی نمونده چون بلوزر اومده همه رو صاف کرده یه سری هم هستن که خونشون پا برجاست ولی بستن و گفتن امنیت نداره و اجازه ندارید که به منزل برید از که اومد آن شد که خونه من دوشاره تخریب بشه تخریب کامل نه ولی یه سر وسایل خودم به علت ریختن دیوارا آسیب دیده و اینکه کارم از دست دادم چون تو مدرسه کار میکنم یه دختر کوچیک دارم و الان مدارس تحتیبه و ممکنه فاصله هم کار نباشه و اینکه من الان مشکل میشم من هم که باید کنم و الان <سؤال> یه کلیسا دارم زندگی میکنم حالا خیلی لطف کردن که من دارم سلام من شمیم هستم در حال حاضر این آپارتمان که پسر من میبینید آپارتمانی که من داخل ساکن بودم آپارتمان خیلی خسارت دیده و نمیتونم داخل زندگی کنم اجازه نمیدم وارد آپارتمان بشیم و همینطور الان از کارم بیکار شدم الان در حال حاضر داخل کلیسا زندگی میکنم پیش بقیه دوستان و واقعا نمیدونم چیکار باید بکنم بله متاسفانه این شرایط سخت برای خیلی از هموطنان ما اینگونه رقم خورده ولی امیدواریم که بتونیم با کمک مردم عزیزمون در خارج از کشور مرهمی به زخمای شما باشیم همه هم خانواده این بچه های زیادی داریم اینجا هر دو تا سه تا بچه داریم کنارمون خیلی سخت میگذره خونه همون غیر قابل استفاده شده من شخصا واقعا نمیتونم خونم برگردم و همه یه از اینه که که okay. قضیه زلزله تموم شد و دیگه اتفاق خاصی نمیفته جای مطمئنی برای برگشت ندارم و اینکه شرایط اینکه دوباره بخوام یه خونه دوباره از نو بسازم هم ندارم قربت و پناهندگی شرایط زندگی رو خیلی سخت میکنه مخصوصا برای اون که بچه دارن آدم فکر کنه نمیشه این هموطنان برن خونه همدیگه نه چون اینجا به ما پناهنده هستیم فامیلی نداریم ماشین نداریم و خب خیلی بچههایی که میشناسم الان خودشون دو جور همین هم هستن اکثرا الان یا دارن تو مدرسه زندگی یا جاهای مختلف یعنی اینجا پناهنده ها اونقدر موقعیتی ندارن که من بخوام اون خونه یه نفر دیگه زندگی کنم حتی اگه ندیده باشه زلزله اومد یک شنبه صبح ساعت 4 صبح خواب بودیم زلزله اومد و کلا همه شهر خراب شد خونه ما هم خراب شد اون شهر سالی که زلزله اومد ما گفتیم اولش که اومد گفتم الان تمام میشیدم نه خیلی شدیدتر شد اینقدر شدید شد که ما فقط ستای همدیگه رو بغل کرده بودیم فقط داد میزدیم تو لحظه من الان تمام وسایل خونم تمام و اون پولی که داشتم هیچ چیزی الان ندارم من یه لیر پولم ندارم الان اینجا و من چطوری الان اینجا زندگی کنم خب یه کمکی بشه پتوی لباسی پولی چیزی بعد لباسی هم که میبینید تمام این لباس ها الان هم ایرانی های اینجا یا بعضی از آدما بهمون دادن یا هم تو اون کمکی که فرستاده بودن لباس شلوار گیر ما اومده پوشیدیم بعد از نظر خوراکی که هیچ الان یه خانواده ایرانه به خاطر جا نداشتیم هیچ چیزی گفتن بهت کچ کمکی نمیشه من الان یه خانواده ایرانی من رو اینجا اوورده به اینجا داده فقط اینا دارن خرج ما رو میدن از نظر قضایی از نظر پوشاکی در حال اینا دارن به ما کمک میکنن سلام من محبوب قرباوی هستم یکی از پناهنده هایی که توی شهر آدانام و اینجا الان به خاطر این شرایط زلزله نمیتونیم داخل خونه هامون باشیم شرایط خونه هامون طوریه که اصلا نمیتونیم بریم داخلشون من الان از نظر مالی هیچی پول ندارم یعنی از روزی که اومدیم تمام وسایلم تمام خونه زندگی همه چیزی زیر آوار رفت هیچ چیزی واقعا ندارم یه لیرم واقعا ندارم خداوند خودش میدونه واقعا ندارم شرایط خیلی سختی داریم و واقعا درخواست میکنم اگر کمکی از دست کسی برمیاد یه جورایی ما رو حمایت بکنه ما رو کمک بکنه خونه ای که داشتم خراب شد الان من دارم خونه ای دارم الان تقریبا هفته سومه که ما خونه نیستیم و خونه ها با من وضعیتش اصلا خوب نیست حالا بگذاریم از خونه های که اینجوری کامل خراب شده خونه هستن که واقعا آسیب دیدن ممنون میشم اگر کمکی از دستتون بر میاد به با کمکی بکنید ممنون میشم به خاطر اینکه من خودم دو تا بچه دارم و به هر حال از نظر شرایط زندگی معیشتی الان یک ذره تو مزیده است. هم عزیزمون در ترکیه احتیاج به کمک فوری و بی شما دارن کسایی که از خانه و کاشانه یک بار رانده شده بودند در شهر قربت متاسفانه آواره شدن همشون بچه دارن مشکلات روزانه یک پناهنده در ترکیه کم نیست اما وضعیتشون الان بحرانیه که امیدوارم با کمک دستان مهربان من و شما حل بشه شرایطشون آسوده تر بشه و حداقل یکم مواد غذایی و یه مقدار پوشاک باشه تا شرایط معیشتیشون رو به راه بشه برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www.noruz.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 1704 تماس بگیرید. بله دوستای از و مهربونم این شماره بنیاد رو صفحه است. شرایط مردممون اونجا خیلی ناجوره. بدتر از اون چیزی که فکر میکنید حساب کنید فقط کلیسا رو داشتن برن اونم چندین و چند خانواده همه با بچه در یه فضای محدود کمک شما رو واقعا میطلبه امیدوارم که هر چقدر که در توانتون هست در طبق اخلاص با مردم عزیزمون در ترکیه با هموطنهای عزیزمون حداقل یه کمکی باشه براشون تا بتونن خورد و خوراکشون رو تأمین بکنن امیدواریم که اگر بین شما کسی هست که میتونه اسپانسر یکی از اینا بشه که بتونن یه خونه و زندگی فرق فراهم بکنن که دیگه واقعا عالی میشه یک هفت و چهار،, چهار چهار هفت و و یا نوروز دات آرژی که از این طریق هم میتونید کمک های خودتون رو به دست هموطنان در قربت مانده زلزله زده خودمون برسونید اما جمهوری اسلامی میگه مدیر کل آژانس قرار به زودی بره تهران به روز کمالوندی سخنگو معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفته رافائل گروسی به تهران دعوت شده و در روزهای آینده این سفر انجام میشه حالا علت سفر چی هم خودش سواله یعنی طرف رفته اونجا مشو گرفته توضیح خواست توضیح نخواستن بدن حالا دعوت کرده تا توضیحات جدید آوردن میخوام این اینا رو میتونن تو پاچه یارو بکنن یا نه مدیکول آژانس بین انرژی اتمی قبل از این ابراز امیدواری کرده بود که در سفر به تهران بتونه مقام های جمهوری اسلامی برای حل اختلاف گفتگو کنه در حال حاضر جمهوری اسلامی آژانس بر سر یافتن رد اورانیوم با قنای 84 درصد در سه مرکز از پیش اعلان نشده اختلاف دارند. شورای کام آژانس قرار در هفته های آینده تشکیل بشه گزارش جدید مدیر کل درباره جمهوری اسلامی رو بررسی کنه. اما این داستان عجیب و غریب مسمومیت در مدارس دخترانه جریانی که در قوم و اصفهان گفتن مرکز سغلشه فقط 107 دختر دانش آموز در بروجرد مسموم شدن معاون سیاسی امنیتی استانداری دورستانی که تنها در یک شمه هفتم اسفند 107 هفت دانش آموز دبیرستان دخترانه 15 خرداد بروجر دچار مسمومیت شدند مجین منعبی اعلام کرده که مسموم شدگان با علائم تهوع سرگیجه به دو بیمارستان منتقل شدند و شورای تامین بروجر جلسه اضطراری تشکیل داده اضافه کرده که تیم‌های کارشناسی رفتن مدرسه علت رو بررسی کنن تو این فاصله گفتن آقا مدرسه فعلا تعطیل در حال این مسئولیت ها ادامه داره که وزیر وزارت بهداشت تصدیق کرده که آقا ماجرا عمدیه و با هدف جلوگیری از تحصیل دختران داره اتفاق میفته کمیسیون آموزش مجلس 11 هم اعلام کرده که به زودی نشستی با حضور وزرای بهداشت و اطلاعات در این زمینه تشکیل میشه شماری از ناظران به عقبه فکری قتل‌های زنجیری و اسیدپاشی اشاره کردن کاربران شبکه اجتماعی از مصمومیت در دبیرستانی در جنت تهران و قزوین هم خبر دادن برخی هم نوشتن که یکی از دانش آموزان قوم به دلیل شدت مصمومیت گاز سمی در در درخون در گذشته و متاسفانه در سکوت هم این بند خدا رو دفن کردند که امروز دیدم علی کرمی استوری گذاشته بود گفته بود که این محصای جدید کشور ماست واقعا یعنی ما فقط یه همچین انگلایی رو کم داشتیم این یعنی گل بود و به سبزه نیز آراسته شد با این همه مشکلات و زپلش که آید و زن آید و مهمان عزیزم زه آید یعنی همینها ها تو فقر و بدبختی و سرکوب و اینا لیه سری هم پیدا بشن که اینا دیگه از خدا از بلایی تر باشن محمد تقی فازل میبودی مدرس حوزه دانشگاه به شبکه شهر گفته که مصمومیت ها در مدارس دختران از قم و اصفهان داره هدایت میشه و گروه موسوم به هزارگرا رو مسئول امر و گفته این گروه و تفکر معتقده که دختر نباید درس بخونه یا نهایتا باید تا سوم دبستان درس بخونه این جریان یک جریان مذهبی و ضد مدرنیت است فاضل میبود این اطلاعات رو بر پایه تحقیقات یک جامعه شناس اعلام کرد و اضافه کرده که نمیتونه نامشو بگه ضمن مقایسه گروه هزارگرا با طالبان ابراز شگفتی کرده که چرا دولت و نهادهای امنیتی این جریان رو دنبال و برای مردم شفاف نمیکنند در شبکه اجتماعی فهرستی امرسانی شده که مسئولیت های متعدد مدارس دخترانه چه شهر رو مستند کرده این لیست نشون میده که ماجرا به قوم و بروجرد محدود نیست بلکه در وردنجان چهارمحال بختیاری ساری اردبی قوچان تربت جام تهران و قزوین هم روی داده اکانت تویتری 1500 تاثیر پیامی از دبیرستان شاهد دبیرستان شاهد رضوی قم بله منتشر کرده که میگه مسئولیت دانش آموزان معمولی نیست باهاشون بیهس میشه شکم درد سردرد و تنگی نفس میگیرن بعضی بچه ها رو میبرن بیمارستان سرپایی مرخص میکنن بعضی هاشون هم یه روز بستری میشن ولی این بچه ها خوب نمیشن دوباره چند روز دیگه پاشون شل میشه و علائم متاسفانه برمیگرده بعد از چند هفته مسئولیت سریالی معاون وزیر بهداشت بوده کسی که این مسئله رو تایید کرده یونس پناهی گفته تحقیقات نشون داده که افرادی دوست داشتن تمام مدارس به خصوص مدارس دخترانه تعطیل بشه توضیح بیشتری هم نداده فقط گفته که ترکیبات شیمیایی در دسترس برای این اقدام استفاده شده علی رضا منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس یازدم گفته که وزارت بهداشت و وزارت اطلاعات به زودی درباره این خبر بسیار بد جلسه تشکیل میدن خبرگزاری ایرنا به نقل از منادی نوشته طبق اخبار رسیده سم استفاده شده از سم, سم جنگی نیست که خطر بالایی داشته باشه اما همین که اراده و فکر پلیدی پشت ماجرا بوده که دختران را از آموزش بازدارند خطر مهمیه و خبر بسیار بدی محسوب میشه معاون وزیر بهداشت قم با اشاره به استفاده از ترکیبات شیمیایی در جریان مسمومیت و در قم گفت مسمومیت دانش آموزان مدارس قومی ناشی از ترکیبات شیمیایی در دسترس بوده و از این رو عفونی و قابل انتقال به دیگران نیست تاکنون مشخص شده ترکیبات استفاده شده در این سم نیاز به درمان تهاجمی نداره و درصد زیادی از عوامل شیمیایی دخیل در این مسمومیت پیشگیران است یعنی کاملا احمقانه یعنی میخوام بگم آقا سمه این الان جلو جلو میریم به مدارس دخترانه مثلا یه پادسم یا پادزهری میدیم که هر موقع این سمه رو زدن اونا استفاده کنن پیشگیرانش خیلی جالبه دو نماینده مجلس شورای اسلامی یعنی همایون سامه نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو پایگاه خبری دیدبان ایران و علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با شرق عمدی بودن این مسئولیت رو تایید کردند در تازه ترین توضیح سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که مسمومیت ها منشأ ویروسی و میکروبی نداره و اما به موازات این اظهارات 50 دانش آموز دبیرستان دخترانه 15 خرداد شهر بروجرد مسموم و راهی بیمارستان شدن یه روز قبلش هم 44 دانش آموز دبیرستان دخترانه احمدیه در بروجرد مسموم شدن حسن ابتهی نوشته که تایید وزارت بهداشت بر امدی بودن مسئولیت دانش آموزان و دختر یعنی بوکو حرام هم از راه رسید در حالت بوکو حرام مدت ها بوکو علالش کرده دیگه بوکو حرام رو از مدارس می دزدن. دور از جون همه دختران سرزمین هم برای جهاد نکاه چند سالی نگهر میدارن بعد که طرف رو ول میکنن طرف دیگه درس که چیستن زندگی هم یادش میره. ابتعی نوشته افراتیگری به خصوص از نوع دینیان بزرگترین خطر برای همه جوامع نیروهای امنیتی برای معرفی عاملان و آمران این کار باید سرعت عمل نشون بدن و گزارش مورد قبول جامعه ارائه کنن که عمرن چون یه سر داستان برمیگرده به شیعیان افراتی دیگه به نام قلیپور خوب نوشته میگه پنج طلبه در ارتباط با مسئولیت سریالی مدرسه قم بازداشت شدن بیاین به مردم این رو بگید ولی خب اعلام نکردن یه خبر خیلی جالبم بگم بالگرد وزیر ورزش معلوم شده چرا سقوط کرده چهار نفر ظرفیت داشته هجده نفر سرنشین رسانه داخل ایران نوشتن بالگرد وزیر ورزش و همراهش که در کرمان سقوط کرد یک هلیکوپتر نظامی بود که گنجایش چهار سرنشین رو داشت اما هجده نفر سوارش شده بودن خبراندان میگه 20 فروند از این بالگرد 15 میلیون دلاری روسی رو احمدی نژاد خریده بود تا برای نیروهای نظامی و مصارف امدادی و اورژانس مورد استفاده قرار بگیره شما در نظر بگیرید که 15 میلیون دلار پول این هلیکوپتر بوده اعتماد آنلاین نیز به نقل از یک منبع البته این حالا جالبه که ما اینجور سوار شدن رو تا حالا تو جمهوری اسلامی ندیده بودیم یعنی بعضی جا موتورش رو دیدیم پیکانش رو دیدیم همه رو دیدیم ولی واقعیت این هم... همچین چیزی رو تا تو مدیران ندیده بودیم میدونید اه... پیکان رو زمینه و پیکان واسه که پیکان یه زمان توش 60 نفر آدم میشستن ولی واقعیت اینه ماشین که رو زمینه ماشین قدیمی پیکان اینا که تو زیاد میچپیدن 20 نفر رو نمیتونید توش سوار کنید 18 نفر رو نمیتونید سوار کنید با اینکه تازه پنج نفر جا داره یعنی شما اگه صندوق عقبشم آدم بذارید یه زمان قدیمی بود بچه‌ها رو می‌ذاشتن عقب می‌خواستن برن مسافرت کل جاده شمال بچه اینجوری با پتون نشسته بود عقب با همه اینا پشت پنجره هم بذارید باز 18 نفر جا نمیشه چه جوری فکر کردید که هلیکوپتر که اون محمودا بدبخ چه تکافی داشته یعنی با چه بدبختی 18 نفر رو بلند کرده آدم واقعا یاد این تصاویر اینجوری میفته. اعتماد به نقل از یک منبع آگاه نوشته که بالگرد امدادی حلال احمر برای انتقال پزشک و کادر اورژانس استفاده میشه و نهایتا برای سهلا چهار نفر ظرفیت داره این منبع گفته که بالگرد اصلا ثبت سامانه هوایی هم نشده بوده دیدید وقتی مثلا میخواین سوار موتور شید دو ترک و یکی میاد سه ترک مثلا میگه یکی میگه آقا محمد و اسقر با هم یه نفر حساب میشن دیگه کن برن ولی شما هر جوری در نظر بگیرید 17 نفر رو جای چهار نفر نمیشه گذاشت هر جوری از هر زاویه که نگاه کنید و بکنید امروز فقط داشتم یاد این اتوبوس های هندوستان میوفتم که وقتی سوار میشن یا یه نفر از رکاب و ویزون یه سری رو سقف نشستن من مودم اینه چجوری اون تو جا شدن یعنی احتمالا مثل اگر این هلیکوپتری زمان فرودن میومد اینا مثل کنسرو مایکیلیکا هست وقتی وامیکن ماهی حالت گرفتن فکر کنم این مثلا دستش تا یه ما ممکن بود دیگه باز نشه اما خط سردار رادان برای معترضان در سیستان و بلوچستان تقریبا جمهوری اسلامی هر جوری که میتونست سعی کرد بتونه این نماز سیستان و بلوچستان رو تمومش کنه بهتر بگیم زاهدان و بلوچستان سیستان رو نیاریم بازی ندی ملکی سیستانش غلطی نکرده توی این موضوع اما تعمده نیرون انتظامی عوض کردن نمیدونم وردن با هلیکوپتر تیربار بستند محاصره کردن تهدید کردن همه کار کردن تا الان نشده الان دیگه تیر در آخر تیر آخره در ترکش دارن احمد رزا رادان اومده فرمانده جدید نیرو انتظامی استان سیستان بلوچستان معرفی کرده دوستعلی جلیلیان یه آفش میخوره اونو باشه که بکش باشه یعنی اینا که اگر رادان آورده باشدش قادرتاً خیلی وحشی باشه دیگه این در حالی که محمد قنبری عواست آبان یعنی کمتر از چهار ماه قبل بود که بعد از جمع خونه زایدان اومد شد فرمانده نیمه تزامی سیستان بلوچستان الان دیدن آقا نمیتونه جمع کنه دیگه دیدن زورش نمیرسه الان یکی آوردن که گفتن آقا میری میکشی اگر اینم نتونه جمع کنه دیگه باختن دیگه یعنی فرمانده سپاه رفت نشد فرمانده خامنه ای رفت نشد تیربار بستن نشد به هر نفر اون موقع و دلار اون موقع اون موقع که میگم زمانش خیلی دور نیست ولی دلار تقریبا اگر اشتباه نکنن اون پایه های 20 تومن اینا بود 20 25 تومن بودش که الان 60 تومن رو ماچ کرد اومد پایین 400 میلیون تومن گفتن به هر کشته پول میدیم قبول نکردن الان فرمانده نیروی انتظامی سری اولش اگر نتونه جمع کنه که بعید میدونم بتونه جمع کنه جمعیت رو بعدش واقعا دیگه سوژه است فرمانده کل نی... نیروی انتظامی کشور در جلسه معرفی فرمانده جدید در توجیه تغییر زود این مقام گفته ها قنبری به صورت موقت منصوب شده بوده در حالی که قبلا گزارشی درباره موف موقت بودن ماموریت قنبری منتشر نشده بوده اینجا موقت همش سوژه است دیگه رادام چنین تهدید کرده در بحث امنیت قطعا با کسی قطعا با کسی تعارف نداریم به که هیچ کس هم اجازه نمیدیم از خط قرمزای ما عبور کنیم نصفونیه لحچه خوب در نهی بردم از میکنم اما خیلی معتقدم که رادان دقیقا همون فرمانده نیرون انتظامی خونخاریه که جمهورستان بهش احتیاج داره پرونده سرشار از فسادهای مالی و اخلاقی غیر است میذاریم کنار مسئله اصلی اینه که اونور مولوی عبدالحمید و مردم شجاع زادان و سیستان بلوچستان حضور دارن امیدوارم که همین جمعه پوزه این یکم به خاک بمالن تا بدونن که آقا جایی که مردم آزاده هستند با تهدید شما کاری نمیتونید انجام بدید اما فرمانده کل سپاه اروپا رو به حمله نظامی تهدید کرده این اولین باره که در این شق داره تهدید انجام میشه این نشون میده تمام حرکت که حسین امیر عبداللهیان داره ادعا میکنه که ما داریم میبندیم و داریم توافق میکنیم همش کشکه اگر بود احتیاج به این تهدیدها نبود حسین سلامی فرمانده کل سپاه ضمن تهدید امنیتی اروپا گفته کشور اروپایی تبدیل به محلی برای تجمع, تجمع تجزیه طلبان و فراری های ضد ایرانی شدند و این در حالی که ما توانایی افزایش برد تجهیزات نظامی و ضربه اساسی به آنان را داریم اما هنوز این کار رو نکردیم این یکی از تهدیدهای همیشگی اروپا بوده نسبت بوده نسبت به اروپا و سوان که بردش رو زیاد بکنن یا نکنن اینا عوامل زیاد دارن اگه بخوان کار تخریب اینجا انجام بدن با توجه به نزدیکی هایی که با طالبان دارن میتونه از عوامل اونام استفاده کنه حداقل میدونم در تهدید فعالان سیاسی که از اونها خوب استفاده میکنن امیدوارم که اتحادیه اروپا این کلامو بگیره و نسبت بهش تصمیم گیری کنه امیدوارم که بریتانیا که الان وعید بهشتی همین وقت شب اونجا در چادر داره استراحت میکنه اینا رو بعد اونا بشنون نسبت واکنش نشون بدن این دیگه اولین باره که مستقیما فرمانده سپاه که ما فریاد داریم میزنیم نه فقط ما مردم ایران چه در داخل چه در خارج تمام تحلیلگران سیاسی حتی تمام اعضای همین اطلافی که الان به رهبری شاهزاده رضا پهلوی که امروز در بریتانیا هستش همه درخواست که برای بستن پرونده جمهوری اسلامی احتیاج به این هستش که شما این نیروی تروریست رو ببینید قبول بکنید و تو لیست اضافه بکنید که امیدوارم هر چه زودتر اتفاق بیفته اما ممنون که اخبار 24 ساعت گذشته رو با من فراد متقی دنبال کردید امیدوارم که این اخبار مورد پسند و قرار گرفته باشه ممنون میشم اگه لایک بزنید و اگر هم تا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید که بتونید بیشتر هم باشید خوب و خوش و سلامت باشید تا درودی دیگر تا وعده بعدی خبری دیگر شما رو خدای بزرگ و مهربان میسپارم خدا نگهدار